مهمترین عناوین خبری امروز حزب کارگر پس از انتشار گزارش ناامید کننده مربوط به تورم در استرالیا از کارنامه اقتصادی خود دفاع کرد تایوان در بهبوهه تنش با چین مانورهای نظامی برگزار می کند انتنی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا بر هماهنگی نزدیک آمریکا با اسرائیل برای جلوگیری از های بیشتر حکومت ایران تاکید کرد و چند خبر دیگر درود بر شما شنوندگان گرامی پیمان جمالی هستم و این بسته خبری اسپیس فارسی است که اون رو تقدیم حضور شما می کنم. وزیر دارایی استرالیا پیش از انتشار آمار سه مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده در هفته ای آینده اعلام کرد که تورم داخلی در کشور در حال تعدیل است این در حال است که پیش بینی های جدید صندوق بین مللی پول استرالیا را به عنوان یک کشور عقب مانده در مقیاس جهانی و از منظر مبارزه با تورم نشان می دهد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده پیشتر نرخ بهره‌های بانکی خود را کاهش دادند. دولت کارگر در استرالیا تحت فشار قرار گرفته است تا ثابت کند که استراتژی اقتصادیش کارآمد بوده است این در حالی است که همزمان با نزدیک شدن به انتخابات فدرال هزینه های بالای زندگی به رای دهندگان فشار وارد می کند. اما کیتی گلگر میگوید که تردیدی ندارد که استراتژی تورم دولت از جمله پرداخت بدهی ها و ارائه مازاد شروع به تاثیر گذاری کرده است رهبران ایالت کوینزلند در آستانه انتخابات ایالتی روز شنبه آخرین بار با رای دهندگان صحبت کردند. آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب کارگر پس از تقریبا یک دهه در دست داشتن قدرت در مسیر شکست در انتخابات آتی قرار دارد. ستیون مایلز نخست وزیر این ایالت متحد شده است که در چند روز آخر مبارزات انتخاباتی در آخرین تلاش برای کسب آرا از 36 کرسی بازدید کند. این در حالی است که دیوید کراسافولی رهبر ها اپوزیسیون ظاهرا برای کسب اکثریت بر کسب هر سه کرسی تانزویل که حزب استرالیایی باب کترز در حال حاضر در آن تسلط دارد تکیه کرده است یک نظرسنجی خبری که برای روزنامه دی استرالیان انجام شده است نشان میدهد که جناح اپوزیسیون بر دولت کارگر پیشی دارد اما کمبل نیومن نخست وزیر سابق ایالت کوینزلند به سکای نیوز گفته است که همچنان نگران چشمانداز آقای کراسوفولی است I've been pretty worried in the last sort to ten days because the polls that have come out have shown two things. One, a decline in his personal

حجوم کشتی های گارد ساحلی چین و قایق‌های ماهیگیری شبه نظامیان به آبهای تایوان شبیه سازی شده است. این مانورها در پاسخ به تاکتیک های جاری چین با هدف ایجاد اختلال در ماهیگیران محلی و محدود کردن دسترسی به مناطق کلیدی دریایی و همچنین تمرینات مستقیم چین در سواحل استان فوجیان برگزار شده است سرهنگ دوم چن جونگ یان میگوید که این رزمایش بر آمادگی تایوان برای دفاع از آبهای سرزمینیش تاکید میکند This exercise simulated the enemy using the cover of night to attempt to land and launch an assault on our troops. The purpose of the drills was to enhance the combat readiness of Taiwanese forces in night operations and strengthen their overall defensive capabilities. حداقل هفته نفر در حمله اسرائیل به مدرسه که آوارگان در آن در مرکز نوار غزه پناه گرفته بودند کشته شدند 13 کودک و سه زن در میان کشته شدگان هستند ارتش اسرائیل میگوید که شبه نظامیان حماس را در داخل مدرسه هدف قرار داده است اسرائیل همچنین به طور جداگانه مدعی شده است که خبرنگاران شبکه الجزیره مستقر در قطر که جنگ غزه را پوشش میدهند جنگجویان فعلی یا سابق گروههای شبه نظامی فلسطینی هستند محمد بل عبدالرحمن آل سانی نخست وزیر قطر میگوید این اتهامات را نمی توان به صورت ظاهری پذیرفت one of uh, the mission of, of Qatar, uh, by the IDF claiming that there are Hamas tunnels under it, and these uh, holes that they have showed to the media, apparently confirmed by the Israeli officials, those are water wells that been there for, uh, for decades. So I would look further on, on that accusations before, uh, you know, taking it like this for granted. دونالد ترامپ تایید کرده است که جک سمیت بازرس ویژه را در صورت پیروزی در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر اخراج خواهد کرد این بیانیه در خلال مصاحبه با هیو هیویت مجری محافظ کار رادیو بیان شد که از آقای ترامپ پرسید که آیا او ابتدا خود را عفو می کند یا به کار آقای سمیت خاتمه خواهد داد باسپورس ویژه در حال حاضر رئیس جمهور پیشین را به دلیل تحریک ادعایی وی در حمله به کنگره در ششم ژانویه و همچنین سوء استفاده از اسناد طبقه بندی شده تحت تعقیب قرار داده است. In the It was by, lies. Lies by the targeted at obstructing a bedrock function of the U.S. government, the nation's process of collecting, counting, and certifying the results of the presidential election. مالکان سنتی نامی سرگشاده در مخالفت با خط لوله که امکان استخراج گاز در قلمروی شمالی را فراهم می کند امضا کردند این نامه که اکنون توسط بیش از 20 سازمان مربوط به مردمان ملل نخوست، محیط زیست و جامعه مدنی امضا شده است به آدم واتسون مدیر اجرایی گروه APA ای ای در نشست عمومی سالانه شرکت در سیدنی تحویل داده شده است امضا کنندگان بر این باورند که خطوط لوله پیشنهادی برای باز کردن انتشار گازهای گلخانه ای از حوزه بیتالو در 500 کیلومتری جنوب شرقی داروین ناامن و ناسازگار با اهداف آب و هوایی ای, پی ای است. سامیوال جانانا سندی رئیس شرکت بومی نوردالنجی پیشتر به NITV گفته بود که خطوط لوله گاز یک بمب ساعتی است و آنها برای توقف پروژه نیاز به حمایت دارند. نخست وزیر بریتانیا می گوید از حمله به یک شرکت دفاعی ترکیه که پنج کشته و بیش از بیست زخمی بر جا گذاشت و شد زده شده است. علی ویرلی کیا وزیر کشور ترکیه میگوید دو مهاجم کشته شدند و افزود که این حمله به احتمال زیاد به دست گروه شورشی کرد پکاکا انجام شده است این در حالی است که تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است وزارت دفاع ترکیه همچنین اعلام کرده است که یک سری حملات هوایی به اهداف شورشیان کرد در شمال عراق و شمال سوریه انجام شده است I called my brother who was inside and said, What happened? He said a bomb had exploded and said that gunshots continued for a very long time. So I came here immediately. There was a huge commotion. The gendarmerie, special forces, and other security forces were all here. There were lots of ambulances. Then ها نفر که در ایالات نیو فیلز هنگام پرداخت جریمه ها ثبت و سایر هزینه های دولتی به اشتباه با هزینه های اضافی مواجه شده اند باید یک ماه برای باز پرداخت این هزینه ها منتظر بمانند. دولت ایالات نیو سات ویلز از آن کرده است که از سال 2016 تا کنون 144 میلیون دلار کارمزد تجاری به طور غیرقانونی از معاملات دولتی دریافت شده است این امر با وجود های حقوقی مکرر نسبت به این هزینه ها انجام شده است جهاد دیب وزیر خدمات مشتریان در این ایالت از ساکنان نیو ساتفلز خواسته است تا همزمان با ترسیم استراتژی های بلغوه برای بازگرداندن این هزینه های شده به اشتباه صبور باشند اگرچه جیمز گریفین سخنگوی خدمات مشتریان از جناح اپوزیسیون میگوید که دولت باید برای اصلاح این وضعیت سریعتر اقدام کند If something has been untoward here, if something has gone wrong, then we do welcome the investigation. But I would say that uh, in the event that uh, these merchant fees have been charged and nobody likes being charged merchant fees, if they have been charged incorrectly, then I'm encouraging the government to refund them. آقای بلینکن افزود که آمریکا در همکاری با شرکایش به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به تهران پیام داده که حملات بیشتر به اسرائیل عواقب عمیق منفی برای منافع ایران در پی خواهد داشت. آقای بلینکن که در هفته جاری به اسرائیل سفر کرده بود روز پنجشنبه سوم آبان پس از دیدار با مقامهای ارشد قطر تاکید کرد که تشدید تنشها به نفع هیچ کس نیست شنوندگان گرامی پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی بود که اون رو تقدیم حضورتون کردم.